این قربانی که شما انجام میدهید نه گوشت اون به خداوند متعال میرسد و نه خون اون به خداوند میرسد گوشت و خون قربانی به خداوند متعال نمی رسد زیرا که خداوند نیازی ندارد به گوشت قربانی به خون قربانی بلکه اون چه می رسد تقوای شماست حالا این رسیدن هم به این معناست که ینال و تقوا منکم یعنی تقوای شما در پیشگاه خداوند متعال ثابت می گردد به مرحله ظهور و بروز می رسد اون تقوایی که شما داشته باشید چون تقوا در واقع یک امر باطنی هست و اعمال ظاهری اینها نشون دهنده اون تقوا هست ولی نه اون به نشانه کامل باشد زیرا که گاهی ممکن است بعضی از افراد اینها عمل انجام بدهند حسب ظاهر عمل نیک هست ولی در باطن نیت اونها نیت خالصانه ای نباشد نیت صادقانه ای نباشد مثل منافقین که اینها نماز میخوندن یا احیانا حتی به جهاد اینها شرکت میکردن در میدان جنگ هم میامدن ولی اینها نیتشون نیت صحیح نبود نیت صادقانه و نیت خالصانه ای نبود از قربانی هم به همین کیفیت اگر چنون چه کسی قربانی انجام میدهد که یکی از دستورات حج هست یکی از اعمال و آیین هایی است که در حج انجام میگیرد در منا آیا این قربانی را برای خدا انجام میدهد یا برای غیر خدا اگر برای خدا انجام بدهد خب این خیلی فضیلت دارد اگر برای غیر خدا انجام بدهد خب این باعث نقمت و بیچارگی و تباهی او هست در دنیا و آخرت و این قربانی رو قرآن کریم میفرماید لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولیکن یناله التقوی منکم اون تقوای شما با انجام این عمل نمایان می شود و معلوم می شود مونتا با همون نیتی که ارز کردم یعنی اگر چنون چه نیت نیت صادقانه و خالصانه باشد خب معلومه که این قربانی به درگاه خداوند متعال چه ارزش و اعتباری دارد که در حدیث هست از امام صادق صلوات الله و سلام صلوات یک صلواتی خط کنید الله علی محمد و علی محمد عجل حدیث شریف در کتاب علل و شرایع از شیخ صدوق علی الله مقام و شریف هست مرحوم علامه مجلسی هم در به حال انوار نقل فرموده این حدیث را از علل و شرایع ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام ابو بصیر یکی از محدثان برجسته شیعه است از اصحاب گرانقدر امام صادق سلام علیه میگوید امام صادق علیه السلام رو سوال کردم قلت له ما علت الاضحیه علت دستور به قربانی چه هست چرا خداوند دستور فرموده که ما قربانی انجام بدیم امام علی السلام در جواب فرمودند انه یغفر صاحبها عند اول قطره تقطر من دمها على الارض اولین قطر خونی که از این قربانی به روی زمین میچکد گناهان صاحب اون همش آمرزیده می شود با همین اولین قطر خونی که از این قربانی به زمین می ریزد ولی علم الله عز و جل من یتقیه بالغیب و تا خداوند متعال معلوم سازد لی در آیات قرآن هم گاهی تعبیر شده لی نه این که خدا بداند تو خدا که وقت علیه بالله غیر علم به وجود اقدسش راه ندارد همیشه خداوند متعال عالم است میداند و چیزی نزد خداوند متعال پوشیده نیست که وقت دیگری و زمان دیگری بر او آشکار گردد این ما هستیم که گاهی میدانیم و گاهی نمیدانیم قبل از وقوع یک حادثه ای از وقوع آن و از کیفیت اون ما بیخبر هستیم ولی وقتی که واقع شد مطلع می شویم خداوند متعال که چنین نیست پس لیعلمه یعنی تا معلوم سازد اون امتحان میکنه خداوند متعال مردم را به انجام اعمال وقتی عمل رو انجام دادند اون وقت این نمایان میشود اون جهت و خصوصیتی که اون عمل را به اون جهت و اون سبب انجام دادند انگیزه او برای انجام این عمل چه می باشد گاهی ممکن است که بعضی از افراد اینا انگیزه هاشون یه خصوصیات دیگری باشه حالا در مقام عبادت گاهی بعضی از افراد برای ثواب عملی رو انجام میدن گاهی بعضی عمل رو انجام میدن برای ترس از عقوبت و کیفر خداوند متعال گاهی بعضی فقط و فقط خالصانه برای خدا انجام میدن و به اعتبار اینکه خدا سزاوار عبادت هست که امیر المومین سامنانه به درگاه خداوند چنین اظهار میدارد ان قوما عبد الله خوفا من ناره فتلک عبادت العبید بعضی خدا رو پرستش میکنن از ترس آتش و این عبادت و پرستش بردگانه بعضی پرستش میکنند برای رسیدن به بهشت طمعا فی جنتک فتلک عبادت و تجار این عبادت بازرگانانه اما ما عبدتو که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتو که اهلا للعباده فعبدتو این از جمله خصائص ائمه اطهار علیه السلام چنین چیزی رو امیر المومین سامنانی به درگاه خداوند عرضه می ده. و الا مردم معمولا این طور هستن. اون انگیزه های دیگر برای عبادت خداوند متعال اونها رو تحریک میکند برای انجام عمل تا اون انگیزه ها اگر چون چه از همین قبیل بوده باشد خب این انگیزه ای نیست که مبتل عبادت باشد مبتل عمل باشد مایه رد شدن اون عمل باشد ولی اگر خدایی نکرده انگیزه های دیگری بوده باشد برای انسان اون انگیزه های دیگر سبب می شود نه تنها انسان اون عبادتش قبول نشود بلکه کیفر هم ببیند فرمود ولی علم الله عز و جل من یتقیه بالغیب قال الله عز و جل بعد امام صادق علیه السلام این آیه کریمه را تلاوت فرمودند لن ینال الله لحومها وَلَا دماؤها هرگز گوشت و خون این قربانی به پیشگاه خداوند متعال نمی رسد خدای احتیاج نداره به قربانی ما احتیاج نداره به این امور مادی که هست در این عالم منزه و مبراز خداوند متعال از این امور لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ولی تقوای شما این آشکار می شود در حیطه عنایت و لطف خداوندی قرار می گیرد